از تلاش های دولت افغانستان تا انکار طالبان برای گفتگوهای صلح در بحث امشب مهمانان من محمود سیقل کارشناس سیاسی امین الدین مزفری منشی و عضو شورای عالی و توماس روتک از شبکه تحلیلگران افغانستان هستند اما در اول گزارشی ببینید صلح امنیت یکی از نیازمندی های اساسی شهروندان یک کشور است مردم افغانستان نیز خواهان صلح و امنیت هستند دولت افغانستان پس از سقوط طالبان تلاش های را برای برقراری صلح و امنیت در افغانستان انجام داد است اما آیا تلاش های ده ساله دولت و جامعه جهانی در برقراری صلح مصمر واقع شده است تو با تلاش های دولت برای آوردن صلح در کشور و مصالحه با طالبان خشونت های این گروه نیز افزایش یافته است در سالهای اخیر بیشتر غیر نظامیان توسط طالبان کشته شدند و این گروه بارها طرح مذاکره و مصالحه دولت را نپذیرفتند اخیرا دولت افغانستان برای تشدید تلاشهای های سال شورای عالی سال را تأسیس نمود تا با گروه طالبان مصالحه کند و آنها را به پروسه سال دعوت کند. هرچند شورای عالی سال از پیشرفت در مصالحه با این گروه حرف میزند اما دیده شده است که پس از ایجاد این شورا خشونت های طالبان نیز افزایش یافته است اما توان با افزایش خشونت ها از سوی طالبان شورای عالی سال تا کنون ده ها زندانی این گروه را از زندان های کشور آزاد کرده است و در تلاش است تا زندانیان این گروه را از زندان گوانتانامو نیز رها سازد از سوی دیگر ایجاد شورای عالی صلح حمایت جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا را نیز در قبال داشته است اخیرا سفارت امریکا در کابل 50 میلیون دلار به شورای عالی سال کمک نمود تا طالبان را به پروسه سال جذب کند در فبرواری سال روان وزیر خارجه ایالات متحده امریکا یک بار دیگر از برنامه تحکیم سال و آشتی ملی افغانستان اعلام حمایت کرد و همچنان رئیس جمهور اوباما نیز از این طرح حمایت کرده است آیا مصالحه و مذاکره با طالبان گروهی که مخالف آموزش دختران هستند مردم را گوش بینی و سر می برند و حتی در مساجد حملات انتحاری را انجام می دهند آیا ممکن است مصالحه و مذاکره با این گروه گریگوش های ناامنی ها در افغانستان باشد و صلح و امنیت را تامین کند طالبان با وجود این همه مشکلات چالش دیگری هم دارند و آن اختلافات درونی میان آنها و نبود یک رهبری واحد برای اداره این گروه است اکنون مشکل تنها طالبان تحت رهبری ملا عمر نیست از جانب دیگر اکثر خشونت ها در افغانستان و حملات انتحاری توسط گروه حقانی صورت گرفته است گروهی که از ملا عمر فرمان نمی گیرد حالا اگر طالبان تحت فرمان ملا عمر با دولت سال کنند آیا گروه حقانی طالبان پاکستانی عربی چشینی و دیگر کشورها حاضرند با دولت افغانستان سال کنند حال که مطرح می شود این است که آیا سیاست نرم و تزرع آمیز دولت افغانستان در مقابل سیاست خشونت آمیز طالبان می تواند در امر مصالحه و مذاکره با این گروه مؤثر واقع شود؟ والی نورستان در یک گفتگوی ویژه با تولی نیوز گفته است که در مصالحه با طالبان نباید از سیاست نرم کار گرفت بلکه باید آنها را با مشت کوبید. با دست آهنین قتی مخالفین و برخورد شود بعد او اگر او مردم باشند اگر ندای سلحه. او اوس فلګه ما ستېجه ما بوله میشه بعضی کار میشه یک مستوى دیګه و موږ خوایو چې از دادرس زور به مخالفي نو مصالح دولت لازمه لازمه هیڅ وخت هیڅ وخت چې مثلا هیڅ وخت چې د زور نشو متیم هیڅ وخت چې مثلا قصوي چې به نام د دولت د اعتراف میسوزه ازو هیماینه شوه قصوي چې مثلا به خاطر دولت هر چی خدا بوختن خانه خدا بوختن اولاد خدا بوختن پداره خدا بوختن اگر او ازو مردو دلجو نه شوه فقره از طالب ناموزه میشه به نظر مایب شه مینه یو څه شخصي چی شخصي ما راي شخصي ما په نظر ماي غير معقول معلوم ميشه و دغه قانون نافذ کښې شوارمه صحیح دی چې اسلام د مذهب مشترک کله مسلمانانو جهانه دی ولی قانون اساسي افغانستان برمو شمه محترم است هم بنودې قانون بندههای قانون کې مثلا بعض بندو استان کې با طالب با مثلا تورریشتا با کسې کې جنایتکار است با کسې کې مثلا دسج با خون مردوم افغانستان اغوشته است با و مردوم مثلا چی برخور شوه مردوم ههغه در موارد برقراری صلح و امنیت در کشور د گاهه متفاوته دي اگر سول بیا اخ غف خوب است مګر فکر نه میکنم په دلیل ازي که بعضو مسایل درونیه که دربین خود شاو نیوختهسته بویس همي پراګندگی گندگی ها او بعضو مسایل هسته که فکر نکونم نو ک طالبان په دې شرایط باندې کابلي باراني ځواکونه ووځي دا د اسباب طالبان کابلي خو چې هغه ونه ووځي دا به طالبان څه ځلو یو مني شادل ته پراته یوغه طالبان بیا طالبان وسره وو مني بیا خو نه کیږي ټول چې خو بیا طالبان سي ورو طالبان به ټول ووځي با خاطر که طالبان هم میخواه که زنا بره در دفترها کار کنه دخترها مکتب بخونه از زمین خاطر نمیتونه که با طالبان سلح بیاره بله چرا نمیتونه او یک مسلمان کلمه گوی است و ایم. میتونه بین خود جور بین همون کتایی که در کمیسیون عالی سال هستن و ما همه ایشان امرای طالبات دشمنی داشتن و دشمن و دشمن نمیتونه که صلح بیاره رئیس جمهور کرزی در تازه ترین اظهاراتش مبنی بر ایجاد پایگاه دائمی امریکا یکی از شرایط اصلیش را برای ایجاد این پایگاه آوردن صلح در کشور گفته است بر ایجاد رابط استراتژیک با آمریکا شرط اول آوردن صلح به افغانستان است شرط اول آوردن صلح و امنیت با, با افغانستان است با دو زبازگی صلح و را با مردم افغانستان میتونن که باشه بگن خوب برین یک جای داشته باشین حال دیده شود که پس از ده سال تلاش و ادامه این تلاش ها جهت آوردن صلح در کشور و مزالح با گروه طالبان آیا می شود که این گروه دست از خشونت ها بردارند و به پروسه صلح بپیوندند رامش آرمان تولو نیوز باز هم خوش آمدید آقای مزفری با شما آغاز میکنیم نتیجه کار شورای عالی صلح از زمان تاسیس تا اکنون چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم با عرضاده و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز بس. البته پروسه شورای عالی صلح به خاطر یک هدف عالی که عبارت از تأمین صلح سراسری در کشور است و عادت برداشتن جستجوې راهای قطع جنگ و برادرکشي د افغانستان و په وروسته زمينه را مسايد ساختن برعزي کې مخالفين نظام به جای سیاست خوشونت آمیز یک سیاست معتدل و یک سیاستی کې امروز در جهان معقولیت خود داره اور انتخاب وکونن من حیث یک جنای سیاسی من حیث یک گروه سیاسی با فعالیت خود در افغانستان مانند سایر گروه های سیاسی ادامه بدن بدون شک شورای عالی صلح از بد تاسیسش تا امروز در ازی راستا دستاوردهای داره چی بوده این دستاورده؟ که ما به طور نمونه از این دستاوردها نام میبرم اولا این که با مجردی که شورای صلح ایجاد میشه شورای صلح نخستین پیامش امیست که صلحه تنها با واسطه شورای عالی صلح آورده نمیشه تا وقتی که حمایت ملت افغانستان، حمایت کشورهای منطقه و حمایت جامعه بین المللی را با خود نداشته باشه که لله الحمد امروز داره خودش یک دست آورد است. در پهلوی از او شورای عالی صلح در مرحله دوم از سرازی کار کرد که راه های را جستجو کرد، راههای را در صدد شد که تماس با مخالفین، با مخالفین نظام قائم بکنه. که لله الحمد امروز این تماس قائم شده است نشست ها با بعضی از گروه ها صورت گرفته است با بعضی از گروه های دیگر هم تماس ها هست و از جمله دستاوردهای شورای عالی صلح از روز تاسیس شورای عالی صلح تا و امشب که لحظات قبل هم می آمدم که می بینیم که گروه گروه مخالفین نظام کسایی که در با اساس نارضایتی از نظام از نظام کنار رفته بودند در صف مخالف نظام قرار داشتند در ولایات مختلف کشور با نظام با دولت پیوندند که باید. ما امیل لحظات چند شاهد پیوستن والی طالبان در ولایت قندهار امروز به حضور داشت نماینده شورای عالی سال بودم. حال در مورد تماس با طالبان با کدام طالبان تماس گرفته شده؟ ما فکر می که پالیسی شورای عالی سال در از ارتباط بسیار مشخص است. ما همیشه میگیم که شورای عالی سال یک نهاد افغانی هست یک پروسه افغانی هست توسط افغان ها با مشوره افغان ها برای افغان ها کار می خب، کند خب تا اینجای کار پس... درست اما با کی تماس گرفته شورا؟ پس به اساس در جمع مخالفین نظام ما می خواهیم که صلح با اونمو اون مخالفین داشته باشیم که او مخالفین با،, با مفهوم واقعیش افغانی بوده باشن یعنی تا انوز تماس صورت نگرفته آقای مزفری؟ هر تماس صورت گرفته اجازه بتایی که ما با اساس خواستیم که مخالفین را دستبندی بکنیم اما قسمی که شما در آغاز صحبتهای اشاره کرده که سه گروهی که هست که حزب اسلامی است، گروه حقانی است، گروه طالبا هست کدامشان نزدیکتر هستند بر سال به اساس برداشت ما بود که حزب اسلامی بر از این پروسه نزدیک است چون قبلا پیش از ایجاد شورای عالی سال حیاتایشان به کابل آمده بود ما از اوج آغاز کردیم حیات ما با پشار، در پشار با اوان داشت بعد از او تماس و ارتباط داریم من قریب حیات از اوها هم به کابل میان با ما میشینن و پس چرا... از نشست های مالدیو نشان داده شد که هیچ تغییری در رفتار حزب اسلامی نامده ما فکر میکنم نشست های مالدیو و نشست های شورای عالی صلح در یک نقطه اشتراک دارن که اون نقطه صلح جویانه هست اما در, در, هست؟ در, در دیگه بخش. و شورای عالی سال در داخل افغانستان فعالیت داره و به اساس فیصله و خواست مردم افغانستان که در جرگه بشورتی سال 16 ست نماینده افغانستان جمع شد یکی از خواستایشان می بود که یک نهاد ایجاد شود پس به اساس چون سوال اصلی شما ای بود که تماس ها بله تماس ها صورت گرفته است مذاکرات با کدام گروه از این گروهی شما که شما, شما مشخص کردین با کدام شما تماس کردین ما فکر میکنم که با اندک تفاوت با, 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 البته با در نظر داشت سلسله مراحل ما با هر سه گروه تماس ها و ارتباط با کدام داریم بیشتر از در حال حاضر زیادتر با حزب اسلامی هست در کدام سطح است با حزب اسلام. اسلامی آیا آقای حکمتیار خود دخیل است در این تماس ها ما فکر میکنم که هیچ پروسه آغاز از فرد اول نمیشه ولی چند ما گذشت از کار سلسله به فرد اول میرسیم حالا در کدام سطح است در سطح رهبری حزب اسلامی هست که مثلا با کی شما در طرف گفتگو من فکر میکنم که هیئت چند نفری حزب اسلامی در اسلام آباد با هیئت دید تو افراد در درمو وقت از طرف میدیا مشخص شد که در سطح شورای اجرایی و رهبری حزب اسلامی قرار داشت در مورد طالبان چی در مورد طالبان هم گرچن نشست مستقیم با او تا هنوز صورت نگرفته است اما پیامه های ما بر از رسید است که باید بر از این پروسه ولی آقای استانگزای گفتن که تماس ها آغاز شده با گروه طالبان بدون شک, شک. این با کدام سطح طالبان این تماس ها ای ای با سطح بلند طالبان مثلا کدام؟ شورای عالی صلح ایست که تا در رهبری مخالفین را قناعت بده که در سیاست جنگی خود تغییر برن سیاست مسالمت آمیز را اختیار بکنن امیدوار هستم که بشه چی وقت؟ ما فکر میکنم یک چیز متوجه باشه پروسه ها وقت کسی مشخص کرده نمیتونه صلح یک پروسه از شما در تاریخ بشریت ببینه پروسه های صلح در مدت بسیار کم نتیجه نداده است. یعنی به این نباید امیدوار بود به کار شوره. ما فکر میکنم نباید باشادم و امیدواری هم نباشه که امروز شورای صلح آغاز کرده و فردا نتیجه میده ماهایی که در شورای عالی صلح کار میکنیم بر صلح امیدوار هستیم البته با در نظر داشت ظرفیت و زمان آقای سیقل تلاش های دولت افغانستان تا حال در مورد مذاکره با طالبان نتیجه داشته بسم الله الرحمن الرحیم و تقدیم سلام با شما بینید های محترمتان ببینید در رابطه با مذاکرات و تفاهماتی که با گروه های مسلح مخالف دولت صورت میگیره چیزی که آلی است با وقت ضرورت داره اما خوشبختانه بگوییم یا بدبختانه بگوییم یک گذشته از این مذاکرات وجود داره برای چندین دهه برای چند سال نیست چندین دهه با گروه که آقای مزفری نامشانه گرفتن سالها هست دهها سال است که راوند های مختلف مذاکرات صورت گرفته با گروه طالبا دولت های افغانستان در مقطه های مختلف از تاریخ مذاکرات انجام دادن هر باری که مذاکره صورت گرفته یک برد سیاسی بوده برای طالبا تقویه شدن طالبا زیادتر مطرح شدن در عباد نظامی و سیاسی من به شما با آسانی نام گرفته میدانم در سال 1993 1996 وقتی که طالبا کابل گرفتن و پیش از او، مذاکرات متعددی صورت گرفت متاسفانه تجارب تلخی بودن امروز یک تعدادی از اعضای محترم شورای عالی ساله او تجارب میارن به عنوان ازی که توجیه کنن موزیگیری فیلیشان اما او تجارب تجارب تلخ بوده اونا باعث شدن که طالبان تقویه شوند زیاتر و زیاتر مطرح شوند و امتیازات زیاتر به دست بیارن در سال 1998 در او طرف مجاهدین افغانستان گروه های مقاومت ایت را می فرستن به اشقابات که مذاکرات صورت بگیره با طالبا مذاکرات در ظاهر امر بسیار موفقانه پیش میره و به نتیجه هم میرسه و به موافقات هم دست میافن در عین زمان آمادگی های است برای حملات نظامی در ولایات مختلف افغانستان از این خاطر بسیار خوشبینانه خود بود اگر ما روی ازی دستاوردهای که آقای مزفری نام گرفتن حساب زیاد کنیم و این دستاوردها رو ما میخوایم تا اگندازه را سوال کنم یکی آیا شورای عالی سلح حمایت مردم افغانستان با خود داره قابل سوال است نماینده های مردم افغانستان که گفته شد که آمدن در جرگه مشورتی صلح این نماینده ها را مردم افغانستان انتخاب نکردند این نماینده ها را یک حکومت ضعیف که از یک بستر انتخابات پر از تقلب بیرون شده بود انتخاب کردند در رابطه با اینکه که تماس ها با مخالفین قائم شده در این تازگی ها دیشه و, پریشه و یکی از مسئولین تراز اول دولت افغانستان میگه که مکتب های افغانستان طالبا در نمیده گروپ حزب اسلامی در نمیته شبکه حقانی هم در نمیته ما نمیفهمیم که کی در میته یعنی که یک گروپ دیگه از مخالفین ایجاد شده که هیچ کس نمیفهمه کو کی است باشین باشین یک لازم. در رابطه با ای که مخالفین مسلح دولت گرو گرو میاین به این طرف می پیوندن راپور های متعدد گزارشات متعدد نشان میده که حملات طالبا و حملات مخالفین مسلی دولت شدت یافته تلفات ملکی ها زیادتر شده های. کسانی که تفنگ خود را به زمین مانده بودن آمده بودن به پروسه صلح و ادغام پیوسته بودن رفتن دفتر سازمان ملل متحد در مزار شریف به خاک و خون کشیدن و به همین شکل آثار و شواهدی وجود داره که اینا در حملاتی که در قندهار صورت گرفته نقش داشتن با در نظر داشت تمام از این مسائل ما میگم بسیار خوشبینانه خود بود که ما سر از این مسئله حساب زیاد کنیم از طرف دیگه وقتی که شما حلقه های زنجیره میبینین گپ گپ طالب نیست گپ گپ حزب اسلامی نیست گپ گپ شبقی اقانی نیست گپ گپ هست؟ گپ, گپ, گپ تمویل از اینا مسلح ساختن از کمک های لوجستیک با اینا کردن از در پشت پرده آقای سایق. من فکر می مثلا مسئله است که شبکه استخبارات کشور همسایه ما سازماندهی میکنه آرکستری بر هم زدن امنیت افغانستان اونا به دست دارن. خب باها بسجار... مقامات پاکستان گفتن کلید حل پیش ما هست. بله. چرا دولت افغانستان تن نمیتوی؟ با پاکستان نه یک... وارد گفتگو با یک پاکستان دو... یک دولت نیرومند یک دولتی که ارگان های مختلفش فعال باشه یک دولتی که دستگاه دیپلماسیش فعال باشه، یک دولتی که شبکه استخباراتیش فعال باشه، یک دولتی که قوه سرعدیش فعال باشه، اصلا ضرورتی به شورای عالی ساله نداره. این ارگان ها است که میتونن رسیدگی کنن. متاسفانه ما یک دولتی نهایتا ضعیف داریم و در اینجا بجای اینکه ای ارگان ها رسید و خود شورای محترم صلح هم به این نتیجه رسیده مسئولین تراز اول شورای عالی سالم میگن که ما به این نتیجه رسیدیم که ارگان شبکه های استخباراتی منطقه در عقب از ها هستند وقتی که مسئله است شما فکر میکنید که شورای عالی سال عالی یک حکومت دیگه برای خود جور کنه یک ارگان استخباراتی علیحدہ برای خود جور کنه یا سر از ارگان ها حساب کنه وقتی که ما رسیدگی کرده نه وقتی که یک حکومت ضعیف نتونه که اعتماد مردم خود با خود داشته باشه او چطور میتونه که رسیدگی کنه در چانه زنی با شبکه های استخباراتی منطقه سپاسگزار آقای مزفری چه هست؟ پاسخ شما و آقای سیقل ما دو یکی به عنوان از که ما اپوزیسیون یا مخالف و نظام هستیم بر علیه خواسته های مردم افغانستان باید قرار نگیریم بدون شک ما یک کشور مسلمان هستیم صلح حکم الهی است صلح دعای ابراهیمی است صلح روش محمدی است و بلاخره صلح نیاز مردم افغانستان است بدون شک اما راهکاری که ما را به صلح میرسانه سوال در ای است آقای سرقل در مورد راهکارهای دولت افغانستان بدون است بدون شک ما فکر می کنم که راهکارش هم برای ما هم از دیدگاه قوانین الهی و هم از قوانین وضعی اینمی است که یک نهاد باید سر از پروسه کار بکنه من فکر می که در مرحله اول برای همه افغانها به شمول اپوزیسیون نظام ضرور ای بود که از این پروسه یک بار حمایت میکردن چون این پروسه میخواهد که خواست مردم افغانستان برآورده بسازه در صورتی که این پروسه دستاوردان نمیداشت نتیجه نمیداشت داشت باز دو صورت باید بر علیه از این قرار میگرفتن ولی متاسفانه باز هم متاسفانه بر علاوه از این پروسه اونها حمایت نمی کنند اجازه که ملموسی نداره اجازه بده بر علیه از این پروسه ریختان, ریختان میشه قطعا در پروسه مزار شریف هیچ کسی که او از طرف شورای عالی صلح با پروسه پیوسته باشه دست نداشته است م... و آیاتی که تصدیق میکنه حرف که آقای قطعا باز اگر بلفرض و تقریر پیوسته باشه پیوسته باشه ای کسی نیست که تا هنوز به دسترس ما قرار گرفته باشه ای هم باز هم نقص از کسایی هست که وسیله پیوستن از او شده دستی جواب و او مربوط به شورای عالی صلح نسازن ایره, ایره 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 من حیثی به اصطلاح یک عالی فشار بر علیه شورای صلح قرانتن بدون شک ولی شما این نمونه را میگیرین که شما با طرف مقابل هستین که هر آن زمان معامله و گفتگو گفت پا پایان برسه چون این کاری خواهند کرد ما یک عرض دارم یک چیز متوجه باشه تا زمانی که نزا بوده باشه نیاز به صلح نیست دو جانب بین هم نظامی داشته باشه که یک جانب سیوم میدرای در بین ازیا که باید صلح بکنه پس به اساس ما فعلا نمیگیم که مخالفین نظام یا مخالفین ولی این طالبان مصحل... شما را به رسمیت نمیشناسه شورای صلح را فکر می که طالبان اگر امروز به رسمیت نمیشناسه فردا مجبور است به رسمیت بشه چگونه از چه خاطر که شما را به رسمیت خود فردا خواهند شناخت خود به خود, خود اگر قضاوت ها عادلانه باشه اگر اگر فعالیت های ما به چشم انصاف دیده شوه ملموس است مشاهده میشه که اگر بر از این پروسه لبیک نگوین لبیک نگفتن نیست آقای مظفری که بگوین که فردا شاید شما را به بشناسند ما فکر میکنم که قضیه رسمیت شناختن یک جانب قضیه است قضی ولی از تمام از که حرف هم اینجاست وقتی دو طرف باید حاضر باشند، این یک طرفه است در حال حاضر که شما قطعا روی دست است جنگ هیچ وقت هدف نیست اگر طالبا بخواهند یا مخالفین مسلح نظام بخواهند که با با میله تفنگ دوباره بر ملت افغانستان حکومت کرده میتوانند قطعا پس به اساس جنگ یک وسیله وسیله هست وسیله تا یک مقطعی ازش استفاده میکنه که اهداف به دست آورده شوه وسیل... بناا صلح و فضای مسالمات آمیز میتانه شده که اهداف همگان را در چوکات مناسبش به دست بیارم آقای توماس نتیجه گریه شما چیست؟ آیا تلاش های دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان نتیجه خواهد داد؟ امکان دارد ما فعلا گفتن نمیتانیم ما همراه آقای مزفری هم نظر هستم که یک روسی مثل که این وقت دارد ولی شما, شما استدلال آخای موین پیشین وزارت خارجه افغانستان محمود سیقل را گفتن که نتیجه نداشت از سال 1996 به این طرف دولت افغانستان دولت های پیشتر حتی وارد گفتگو شدن ما در یک مرحله نو هستیم ما باید تجربات از مذاکرات پیش از سال 2001 در نظر بگیرین این بسیار آموزنده است مگر ما باید هم ببینیم که مدرک در یک مرحله نو این پروسه هستیم که بعد از سقوط رژیم طالبان شروع شد و هم این استراتژی جستجو یک حل و فضل سیاسی با جای نظامی شروع شد تنها در این اواخر خب هیچ کس در این مخالف نیست اما بر رسیدن برای این راهکار چگونه من میفهمم آیا کسی مخالف این نیست یعنی هر کس میگه من مخالف سول نیستم حتما هیچ کسی طرفدار جنگ است مگر مردم پیدا میشه که جنگ میکنند یعنی ما باید کم کمک ایستا کار بکنیم ما ضرورت یک استراتژی داریم داره شدید کار میکنه در این مورد نتیجه تا هنوز به دست نیومده مخالفان همچنان بر موضع خود پافشاری دارند درساس ماګابازي وخت راته کې ما به ساسو پښمران ما باید يکه درست وګورین چېد يکه چانس ديګار په دانه میشه ما سيات افغان ها مشنوي کې اونها مګان ما چانس دي تلای دریم چې جامع بین المللي هم راي ما است جامع بین المللي هم باید يکه نظري يکه نظر مشترك پيدا کوت او اوس را جامع بین المللي نظر مشترك در مورده مذاكره با طالبان

ما uh, پېشنهاره ما یې مې وود چې ما نه تنه باید بگویم چې قدرت در قدرت نظامی وجود رات مګهم در اخلاق او کسي کې مېګا چې جنگ راه حل نيست و ما فلان باید د خلک مذاکرات باشي ما فکر مې کړم چې پشتیبني میکونم ما مې وینم اصل کې ګفته شود چې زیات تر و زیات تر افغانها کشته میشه زیاتر و زیاتر مدام ما کشته از ملل متحد از اساکر غربی که اینجا هستند فکر میکنم بس است برای این اگر ما میتوانیم با شروع یک پروسه گفتگوها سطح خوشنات در افغانستان پنجافی سات کم کنین فکر میکنم این یک پیشرفت بسیار خوب میبود اما این زمان امکان پذیر است آقای توماس که طرف شما را بپذیره حالا هیچ تمایلی طالبان ندارن برای گفتگو نشست با طرف دولت افغانستان و شورای عالی از من این است که ما پیش از سرچ از زیاد کردن از سکر امریکایا بعضی مردم ما بین تیار بودند با داخل شدن با یک پروسی سل ما شنیدیم که گفتگوها ما بین طلبا بودند در این موضوع که زیاد خودکشی ها یعنی انتحاری میکنند که از اسلامی است ما اینو نمیخوایم نمیپذیریم موضوع ملادادولا بود مگر آمادان اسکر امریکایی اضافه که اضافه شدند ای دروازه را بسته کرد برای شما میگن مدرد. این نیروها نباید به افغانستان می آمدن؟ ولی سرنوشت جنگ چی, چی میشه؟ چیز دیگر است من تنها باید بگویم یعنی سیاه یا سفید یعنی همیشه هم ما را ما بینشت است بسیار ضرورت است که نظامی های بین المللی اینجا باید باشند از این نظام دفاع میکنند و پیش از همه باید اصلا از این مردم ولی شما میگن تأثیر منفی داشته افزایش نیروها بار بالي بازي تمويله طالبان به پیوستن به با دولت بعضي نديج منفي وجود درن بشتر ازو چې پيشتر ازو هم طالبان تمويل نه داشتند کې حاضر شون غوته وکونن به دولت افغانستان خب ما اجازه است ما هم میګم چې ما پيش از سال 2001 انځه بودم من هم سم کار ملال متحد ما درو وخت هم کم کم تجربه گرفتیم درو وخت ما دیديم چې هم اتري شمال کې ګفته شود بوډ او طلبه ووډند او هر دو طرف امزا کوي چې ما تیار استم دا باندې حال وفصل موضوعات افغانستان څوبد وکونيم تخت شایعته خاص امکان وجود راته او ما به ات فعلن دا باندې مو سو کار وکونيم افغان ها او جمع بین المللي کې اشاره جورش جول میشن ما اشاره هنوس هم نه مبینم ای هم ګناې طالباست ما هم ګناې اشتباهات استکه دا ان اببااااذادبعمحومتافانستارعل ب تو رسم دمن ساست تو بع وت ب ت رسم فت مبم دوبار باد مم حاصله داشت باش موضوع مر و زندگی است و چز ما باز منم بعض وقت شاد بعض مدم دبا ان موضوع باز منن بهاطلاه نماند طالبا انا طرف قابول امده بود و معلوم شد ي دكاندار از, از شهر كوتا بود ع ان نشان مته س زاد تقضا بكند ما باد نتاج باطلاه فردا داشته باشن شاد هم طرف غلط مر هم آمدید. جناب سی خلب این انتقاد وجود داره بالای دولت افغانستان که دولت افغانستان از موضع قدرت وارد گفتگو با طالبان نمیشه پیامدهای چون این وضعیت چه خواهد بود؟ ببینین اول خود ما خواهیم بگوییم که وقتی که سر یک مسئله بحث میکنیم باید بسیار زود بود عاطفی زیر بر رو بروخ مردم نکشیم که علا که ما فلان میکنیم من و باز بسیار زود نگویم که کاری که ما میکنیم خواسته های ملت افغانستان است خواسته های ملت افغانستان با طریق صندوق های رای تعین میشه و اکثریت مردم افغانستان صحبت های خود کردن و در طول تاریخ حرکت های صلح جویانه بوده که به جنگ انجامیده و حرکت های جنگی بوده که به صلح انجامیده هر کسی که به نام صلح یک دوله بگیره و به صدا بیاره ایمان های از این نیست که حتمی نتیجه میده و این هم که یک چانس وجود داره این چانس های از صد چانس یک چانس وجود داره که آقای روتیک میگن از یک هزار چانس یک چانس وجود داره یا از ده چانس یک چانس وجود داره این نو چانس دیگه اگر از ده چانس یک چانس وجود داره که اینا اصلاح شون این نو چانس دیگه که اگر استفاده کنن نظر ما کتزی آیا برای یک راه حل داره از طرف دیگه گفته میشه که چرا اپوزیسیون سیاسی دولت از حرکت سال استقبال نمی کنه ببینین یک گپ به این سادگی نیست کی نیست که درد ندیده باشه در این مملکت و سال استقبال کنه ولی ما نمیتونیم حرکت‌های حرکت, های حرکت های را سرش حساب کنیم که باز ما را به تبایی بکشون از طرف دیگه اگر این شورای محترم صلح شورای عالی صلح یک شورای مستقل است استقلالیت خود برای مردم افغانستان ثبوت کنه میشه چی استقلالیت شده؟ استقلالیت چی شده که امو اعضای شورای عالی صلح که قبلا در مورد تضعیف قانون انتقادات جدی داشتن در افغانستان در مورد نظام شکنی در انتقادات جدی داشتن چی شده که لبشون خاموش شد از روزی که عضو شورای عالی صلح شدن به خاطر که شورای عالی صلح عالی دست یک حکومت است متاسفانه هر قدری که دلیل گفته شوه تا به حال شورای عالی صلح به عنوان یک شورای مستقل استقلالیت خود بر مردم افغانستان ثبوت کرده نه که اعتماد مردم با خود داشته باشه همه گویا زیاد است ای که میگیم که کاری که ما میکنیم خواسته های ملت افغانستان است خواسته های ملت افغانستان یک رفرندوم تعیین میکنه و مردم افغانستان در دو انتخابات گذشته گفتند که خواسته هایشان چیست در دو انتخابات گذشته اکثریت مردم افغانستان به کسانی که به طرف حکومت لولیدن رأی ندادن حکومت افغانستان با تمام تلاش هایی که کرد که ولسی جرگ افغانستان کنترل کنه متاسفانه تا امروز کنترل کرده نتانیسته و حکومت که ما فعلا داریم نزدیک به دو سال از عمرش میگذره تازه بالای هفت حکومت خود تصمیم میگیره که ما وزیر داشته باشم ببینین چالش های بسیار جدی ما داریم ما آرزوی ما است که وقت کافی خود ما ضایع کردیم دنیا یکی داد شاید وقت داشته باشند که بیشینن مشق و تمرین کنند اما ما افغان هایی که در مامین سنگر دود و آتش پخته شده ایم ولی گپار دیدیم میفهمیم این صحبت ها صورت گرفته قبلن. اینا هر حرکتی که صورت گرفته باعث تقوید طالبا شده در طول دو دهه گذشته هر صحبتی که متاسفانه یا خوشبختانه یا چیزی که بوده بگوین شما حرکت های سال جنران سال زیاد صورت گرفته آرزوی همین است که این حرکت ها با مسئولیت باشه این حرکت ها تحلیل،, تحلیل را با خود داشته باشه ای ها یک پلانی داشته باشه یک برنامه داشته باشه یک پروگرامی داشته باشه که واقعا ما از کجا شروع میکنیم حال در حالی که دولت افغانستان در موضع قدرت نیست چرا سر ایاهوی سل میشه؟ که از یک موضع ضعیف یک نفر میخواد که خود قوی بسازه در یک طرف ما داریم یک تیم قانون شکن یک تیم قبیلگرا یک تیم معتقد به قومگرایی معتقد به عنانگرایی به حدی که در رابطه روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا ما میخواهیم در نظر داریم که یک لوی جرگی رو دایر کنیم شما میگه نیازی نیست به لوی جرگی تدویر یک لوی جرگی عنانوی تقویه ذهنیت گرایی در افغانستان است در مقابل تدبیق دموکراسی. و چی ضرورت است که ما میریم یک لوی جرگی علنوی رو میکنیم خب اینجا میخواین مردم مشارکت داشته در حالی که در حالی که در قانون اساسی افغانستان برای تدویر یک لوی جرگه قانونی فرمول وجود داره در حالی که اکثریت اعضای تدویر یک لوی جرگه قانونی وجود داره با وجود که شورای ولسوالیا هنوز انتخابات صورت نگرفته اما اکثریت اعضای لوی جرگه قانونی وجود داره چی ضرورتی است که ما میبریم سند مشارکت استراتژیک با امریکا را پیش یک لوی جرگه عنانوی که به اساس ذوق دل یک نفر اونا تعیین شوند و یک تاپه بزنن بالای خواسته های یک نفر یا یک حکومت اینا کلش آثار و شواهدی است که ما قانون شکنی میکنیم در افغانستان ما نظام شکنی میکنیم در افغانستان ما به جایی که افغانستان را سوق بتیم به طرف حاکمیت قانون به جای که افغانستان سوق بتیم به طرف عدالت شما فکر کنین آیا داشتن یک سیستم عدلی و قضایی که مجرمی را که بم میپرانه و نفر میکشه و به خاک و خون میکشانه به پنجه قانون بسپاره آیا ای برای ما ارزش ایجاد است؟ ولی شاید ضرر با یا, یا یک ساید. پروگرام تذرو و عذر پیش جانی ترین کسی که تثبیت کرده جانی بودن خوده یک کسی که در مابین بانک افغانستان میدرایه با یک تفنگ چل نفر از ادبای عادی افغانستان به خاک خون میکشانه آیا او به این میارزه که ما بریم پیش از او حضور کنیم یا یک سیستم عدلی و قضایی درست و قابل اعتبار که از اعتماد مردم افغانستان برخوردار باشه اگر رو وجود داشته باشه و این ما با پنجه قانون بسپاریم آیا این معامله ارزانتر و خوبتر و سنگینتر است و یا ای که ما پیش از او عذر کنیم و پای از او را بکشانیم و با استفاده از مقدار پولی را که آلمان و جاپان و ایالات متحده امریکا و استرالیا در یک صندوق ریختن ما بر از اونا کار بتیم ما بر از اونا خانه بتیم ما برای از بادی بادیگارد بتیم ما بر از اینا موتر زد مرمی بتیم در حالی که 50 الا 60 فیصد مردم افغانستان بیکار میگرده ما بهتر از برای آوردن صلح سر تقویه داخلی خود افغانستان کار کنیم سر ایجاد یک دولت کار کنیم یک نظام کار کنیم که حمایت مردم یعنی افغانستان را با خود داشته ببینید این طرف ما داریم حد اقلش گفته میشه تا جایی که ما میگه چی ما خودم کدام رقم درست درست خود ندارم میگن هزار حد اکثرش سی هزار در این طرف سی میلیون نفوس افغانستان ما داریم که اکثریتش به حکومت رأی ندادن آیا شایسته ای نیست که ما یک نظام را چالو بریزیم که از حمایت مردم افغانستان برخوردار باشه یک ولی برای حل موزل فکر کنین نیاز باشه با طالبان ده. گفته ما، ما فکر میکنم هر قدری که از درون ما پاشان شده رفتیم به مو اندازه رفتیم پالیسی تزرور رو در پیش گرفتیم پیش طالبان اگر از درون ما نیرومند باشیم پانزده هزار بیست هزار سی ن... هزار نفر مسلح چی کرده میتونن ولو سلاح سقیل به دستشان باشه در برابر سی میلیون نفر آقای با وجود درخواست های مکرر رئیس جمهور حتی تا سرحدی که شخص ملا عمر را خطاب قرار دادن و گفتن اگر شما بیاین من تضمین امنیت جانی شما را میکنم چرا طالبان هیچ چراغ سبزی نشان نمیتن؟ من فکر میکنم که طالبان چراغ سبز نشان دادن... ندادنشان عواملی داره چی هست عوامل شما میبینید که در گذشته یکی دو نفری از طالبا که برختی که وقت بر, بر پروسی سال چراغ سبز نشان میتن در کشورهای همسایه رای زندان میشن یک بار زمین سازی شوه برای چراغ سبز نشان دادن از اوها بعد از و... تا او تا اوجه که ما در جریان هستم و آماده چراغ سبز دادن هستند ولی نگرانی دارند در قبال چرا را سبزادن وقتی امنیت کشورا... جانیش شخص رئیس جمهور تأمین میکنه بله. و شخص ملامر را اول طالبان را بله. دیگه در کجا تشویش و نگرانی طالبان آآ... از چه ما فکر میکنم که قضیه افغانستان تنها یک قضیه داخلی نیست که رئیس جمهور تضمین کنه پس یعنی کار شما عرضان. نتیجه نمیته دیگه چرا نمیته؟ بدون شک نتیجه میده من فکر میکنم یک قسم موضوع قضیه داخلی اجاز... شما نیست شما میگین اجازه بده قضیه تنها داخلی نیست خب شما به خارجی ارزارم. شما چه کردین؟ ارزارم. کردین مشکل اصلی شما میگین بدون از کشور هست اکثر سران مخالفین فعلا در کجا خب، هستن در داخل افغانستان یا در بیرون افغانستان با کشوری که سران بله، مخالفان و ش... طالبان در اون بله بدون شک با ما وارد مذاکره شدیم دوباره حیات ما رفته. از بار دیگه باز میره حیات از اونها اومده بازم میای ما فکر میکنیم در این نتیجه ما شما باید یک تعریف داشته باشیم این یک ماشین به اصطلاح یخسازی نیست که از یک طرف آب پرتیم از دیگر طرف سانچه یخ بکشیم ولی باید مردم میکنم... افغانستان هم قانی شوند بر آنچه در کشور میگذرد ما فکر میکنم مردم... نتایج م... کار را ببینند مردم مرموس. افغانستان در پیرامون شورای صلح قناعت دارند ولی یک مشکل است از کجا این را اجازه بدید بدانیم که مردم اجازه بدید هر کسی متای بازار افغانستان هم میگه که متای است وقتی که ما در 34 ولایت افغانستان میریم کمیته شورای صلح ایجاد میکنیم مردم افغانستان از او استقبال میکنه اگر در یک ولایت ما معطل میشیم خود مردم افغانستان تقاضا میکنه که شما عاجل تر بیای کمیته را تاسیس بکنی این معنای که مردم افغانستان صلح و طرفدار از این پروسه است از جانب دیگه وقتی که ما میگیم ما به اساس پیشنهاد مردم افغانستان تعیین شده ایم و این شورا کار میکنه حداقل حداقل میپذیرم که دوستا را که یا میگن که با سیستمی که با سیستمی که ما میخواهیم یا با سیستمی که خواست ما هست با اون سیستم این انت، نماینده انتخاب نشده بود حداقل 1600 نفر افغان خود جمع شده پیشنهاد کرده است که یک نهاد برای پروسه صلح تایی چوا ایجاد شود. از روزی که شورای عالی صلح ایجاد شده است امو 1600 نفری که جمع شده گفته که ما صلح خواهیم امو کی است ما سر پروسه خود که صلح نخواستن است یا یا ای که صلح را راه حل نشمردن است ترکیز داریم ولی سر یک پروسه دیگه ای که او می که یک راه معقول یک رای منطقی یک رای که او را بدیل باشه جانشین از برای خشونت باشه سر از او دست انتقاد بگیریم واقعا آدرس طالبان در کجا هست؟ باید شما بدون بال کی و در کجا بریم؟ ما فکر می کنم که اما قسمی که در آغاز گزارش هم گفته شد یکی از پرابلم مشکل اساسی طالبا عدم موجودیت رهبری واحد بر طالبا هست اما جاهای مشخصی دارن شما ببینید شورای کویتا در کویتا فعالیت داره یک مرجع است برای از که از اونجا طالبا جستجو جستجو ارتباط داریم با شورای کویتا بدون شک بدون شک چی یک شورای کویتا چه هست با شورای علی صلح؟ ما فکر یک چیزم شما متوجه باشه شما بسیار ترکیز دارید که شورای طالبا شما را به رسمیت نشناخته و اجازه بتایبا. چون وقتی گفتگو صلح و مصالحه جدید دو طرفه است اجازه بالکل جدید دو طرفه است ولی شورای عالی صلح کار داره که جاده را هموار بسازه تا هنوز ای ب... درست نشده برای آقای مظفری ای بی معنی که... که طالبا و دولت افغانستان اردوش دست با هم دادین شورای صلح ایجاد کردین و گفتین که شما بین ما صلح کنه شورای صلح ایجاد شده است که هم طالبان را قناعت بده هم دولت افغانستان قد قناعت بده که قضیه افغانستان راه حل نظامی نداره چگونه یا طالبان را... یا فردا باید. یا پس فردا خواسته باشیم یا نخواست باشیم باید به با صلح تن بدیم آره چگونه طالبان را شما قناعت میدین؟ ما... اصلی طالبانی است که خارجی ها از افغانستان برایان زود میتونم... ای... ای... با زودترین فرصت بعدا حاضر خواهند شد که گفتگو بکنند این تنها خواست اصلی طالبا خواست اصلی هر افغان است که باید یعنی... خارجی ها افغان ها بین هم جور بند عوامل که او عوامل باعث شده از برای آمدن خارجی ها او عوامل برداشته شد خارجی ها میگه برای همه اشنا آمدید خود به خود از این کشور میره بله آقای توماس آقای مزفری دیدین که قضیه میگه منطقی هست و حتی جهانی میشه ایره بس داد که طالبان مشکلشان یک مشکل افغانستان نیست خب چه باید کرد با کشور همسایه پاکستان من فکر میکنم ای پروسه ای پروسه جستجوی یک طرفه صلمی است یعنی حداکثر 30 درجه کی مابین افغانستان است و ما کمبوری ها میبینم مثل کی آقای سقیقه من فکر میکنم که شورای علی سول شاید تام میکانیزم های مختلف و دي گاز اوراته را تا میتواند چنل های مختلف تعقیب بکوند ست دووم منطقویست بشک یعنی استراکچر یعنی بخش استراکچر و تمیلات طالبان از پاکستان مریهت یعنی پاکستان تانوس یا ګروله بسیار مصبات بزې نکره اس علاقه مندیه سیاسی خضره یعنی باید دخل اپروسا باشد و باید هم رول مثبت بازی بکند و سطح سوم حتما در دنیا است یعنی امریکا اینجا در افغانستان است از وجود دارند و بدون امریکایان هم یک سول اینجا خب پیدا اینها نمیشه خب در حد امید و انتظار است چه کار عملی میتونیم در حال حاضر ما بکنیم با کشور همسای پاکستان که مشکل اصلی چون آقای مزفری گفتن در کویتی پاکستان مشخص است که شورای کویته وجود دارد یک چیزی که ما فعلا کردم ین اسکیما هم نظرې موندل مو بین افغانانو د دې موضوع اړیمه بحث مزاکرات په طالبانو د وړاندې د شتابشم پیدا کو نیم وای په دا کو نیم کې شاید یو ډیر بسر کال افغانان نه مخه اند ماګر بيدونه ان مزاکرات هیڅ امکان نه دراند داوم ما چند پیشنهادات سره مزدارم مثلا راپور نو از امریکا ما دا باصلا ابراهیمی پیکرینگ راپور اونها کمبودي ها درات ما هم پیشنهادات خوب درات دا یەک پیشنهادات ما بیني پیشنهادات این اس کی یک میکانیزم بیت جور شواد کی این به سوال ها کی از این سیاستا یعنی مابین افغان ها منطقوی و در ست دنیا میان به جواب باشان یعنی ما تجربه داریم که دیپلماتان می توانند اطمینان دوباره جور میکنند ما بین افغانستان کشورهای همسایه ندارند باب تا دیپلماتان شما دیدین در دف... حادثه مزار شریف که به دفتر سازمان ملل متحد حمله کردند ما فکر نمی که ما تا هنوز می طالبان بودند یا طالبان ما بینش بودند یا نبودند ما باید اتر زود ارزیابی ولی گروه تحقیقی نشان می نتایج تحقیقات که کسانی بودند که با پروسی صلح پیوسته بودند و به عنوان حسن نیت دوباره رها شده بودند این افراد بوده که هشت نفر از کارمندان سازمان ملل متحد را کشتند امکان دارد مگر طالبا که طرف حکومت رفتند شاید در خط سیاسی شورای کویتا نباشند ما فکر می که ادرس مرکزی برای این سطح ما افغان ها کوتا است ما حتی باوان ندارم که ضرورت است مستقیما وحقانصبفرمنا فلا مبنم ش ود طالبا تقربا از دست باكستان را ماب يعني... فتو دبار دفتر تان توقر... ما رز وزير امورخارج ترار رسمانمابمثبتمفازناتفاق شخص از استان دانخملامنصوازنل لانبزانو نشان دهنده عدم شناخت درست دولت افغانستان از گروه طالبان نیست ببینید متاسفانه در طول ده سال گذشته صلح و جنگ افغانستان تجارتی شده و تا پروسه دموکراسی افغانستان تجارتی شده انتخابات افغانستان تجارتی شده وقتی که تمام چیزا تجارتی میشه مذاکره کننده های صلح هم باید است تجارتی شوند اما اجازه بدین که چند مسئله رو ما بگوییم ببینید در جای شک نیست که تشکیل شورای عالی صلح شاید دستاوردهای داشته باشه آثار و شواهد وجود داره که در بین قماندان های طالبا دو دستگی وجود داره یک دستیش است که از دل استخبارات پاکستان دل خوش نداره و یک دستیش است که بیخی موره های استخبارات پاکستان هستن من فکر می کنم که اگر شورای عالی صلح تا را موفقیت هم داشته باشه شاید با می دسته اولی که تا را از پاکستان بیزار داشته باشه اما تمام تخمه های خود را در یک تکری ماندن غلط است یعنی ما میتونیم سری یک ترکیبی از کارها تمرکز داشته باشیم که کار ما نتیجه بده شورای علی سوله به شرطی از ای که مصرف خود شورا بزرگتر از کارایش نشه یعنی بودجهش کوچک باقی بانه تو نشه که یک بودجه بسیار کلان مصرف شده صرف هفت، نفر ما فکر میکنم میتونه کارهای را انجام بده به شرطی که موازی به او ما بالای چند چیز تمرکز داشته باشیم بالای توانمندی های امو ارگان های دولت افغانستان که به این مسئله رسیدگی کرده میدان بالای شبکه استخباراتی افغانستان جنگ ما در منطقه یک جنگ استخباراتی است ما در برابر شبکه های جدی استخباراتی در برابر شبکه های بزرگ استخباراتی در منطقه قرار داریم بالای ایجاد یک دستگاه دیپلماسی فعال و ابتکاری کار کنیم بالای یک قوه سرحدی فعال کار کنیم که یک تسلط نسبی را بالای خط دیورند قائم بسازه بالای فشارهای بینالمللی در مورد سازماندهی بر هم زدن امنیت افغانستان توسط جنرالای تراز اول و کارکشته استخبارات پاکستان کار کنیم یعنی اگر سر ترکیب از اونا کار کنیم کار ما به یک جای خاطر رسید از طرف دیگه فرض مثال برای یک دقیقه ما شما وقت داریم فکر کنین که یک طالب یکی از رهبرهای طالبا را... یکی از رهبرهای طالبا میگه من برنام. قانون اساسی افغانستان قبول کردم با القاعده مقاطعه کردم خشونت هم کردش بدا کرد آمدیم برنامه سیاسی خود از طریق پروسه انتخاباتی در افغانستان تعقیب میکنیم ما پروسه انتخاباتی رو به چی افتضا نبوده که نکشاندیم اما کس هایی که آمدن با این پروسه کار میکنن کار از اونا به کجا کشید بزنبز. که از رهبر سیاسی طالبا بکشن ما صندوق انتخاباتی را به تمسخر تبدیل کرد سپاسگزار چون آه. وقت برنامه کاملا به پایان رسید و یعنی مسئولین خود ما کس مجریان قانون ماده های قانون اساسی را نقض کردند پیش از که از طالبان دعوت کنند که به این قانون اساسی افغانستان بپذیرند خودشان بپذیرند سپاسگزار با سپاس از حضور همه مهمانان ما در این بحث و سپاس از شما هم که تا حال ما را همراهی فرمودید